من زرنگار ابراهیم دانشجوی بخش دویم دانشگاه تکنیکی تاجیکستان با نام اکادمیک محمد سیف الدین اسیمی فاکولته ساختمان و معماری اختصاصی گیودزیا و خریطه‌ساز میباشم. حالا من درباره یکی از متفکران بزرگ فارس و تاجیک استاد ابو عبدالله رودکی معلومات میدهم. ابو عبدالله جعفر ابن محمد رودکی سال 858 در ناحیه پنجکنت امروزه دهه پنجرود به دنیا آمده است. کودکی استاد ابو عبدالله رودکی در وادی کوههای زرافشان گذشته است. استاد ابو عبدالله رودکی از کودکی ذهن برا و عقل رسا داشت. این بود که او در 7 سالگی توانست کتاب قرآن را از خود نماید. پدری استاد ابو عبدالله رودکی در جامعه شخصی با احترام شناخته می شد و همین بود که در تربیه فرزندش هیچ کم و کسری نگذاشته بود. استاد ابو عبدالله رودکی در جامعه خودی وی نیز شخصی با احترام و مشهور گردیده بود و همه مردم او را احترام می نمودند. استاد ابو عبدالله رودکی را شاعری شاعران و ادیبان همان دوره گفته بودند و او را ملک شعرای زمان خود نام نهاده بودند. استاد ابو عبدالله رودکی سال 941 در زادگاهش از عالم چشم می پوشد. از استاد ابو عبدالله رودکی آثار با یوغانی به ما باقی مانده است. از جمله داستان های زیاد، کلیله و دیمنه، سیمبادنامه، مادر می، شکایت از پیری و امثال اینها. ابو عبدالله رودکی در اشعار خود بسیاری از موضوعات پند و اخلاقی درج گردیده است. استاد ابو عبدالله رودکی گفته است که هر یک انسان باید برای آموختن علم و دانش کوشش و سعی و کوشش زیاد نماید و از جمله چنین اظهار نموده است: تا جهان بود اثر آدم فراز، کس نبود از راه دانش بی‌نیاز. مردمان بخردند در این زمان، راه دانش را به هر گونه زبان. گیرد کردند و گیرامی داشتم، تا به سنگ اندر همه بین گاشتم. دانش اندر دل چراغی رفشن است، و از همه بعد بر تن تو جوشن است.